اجازه بدید که خانم مریم مرادی عزیزم دو دقیقه پایانی بفرمایید. سپاسگزارم از شما با همه دوستان و حاضرینی که نظرات بسیار خوبی رو ارائه دادن در ارتباط با وفاق ملی قبل از فروپاشی متن استبداد. و من با اجازه حضور میخوام به مسئله نقش زنان در اینجا هم اشاره کنم. دوستان به مسئله تفاوت های اشاره کردن که باید این پیوستگی و همبستگی به وجود بیاد و در یک نگاه ما میتونیم پیش بکنیم با وجود میلیون ها زن مبارز و آگاه در ایران و همچنین هزاران زن ایرانی در خارج از ایران به صورت مبارز و پیوند اینها با همدیگه در واقع میتونه همدلی و همیاری این دو بخش از جامعه رو یکدیگر رو میتونه منشأ تحولات خیلی بزرگ در عرصه رسیدن به مطالبات و خواسته های زنان در ایران باشه و هم پایگاهی باشه برای به وجود آوردن این امکان در کشور می. و با توجه به جریانات تحولات تاریخی که ما در گذشته داشتیم و نقش پررنگ زنان در این انقلابات در حضورشون در کنار مردان که همیشه نشان از توانمندی های مدیریتی، شجاعت، امکانات علمی، اجتماعی، ورزشی، هنری در گروه های سیاسی نقش های عمده‌ای رو ایفا کردن و در نهایت زمانی که به قدرت رسید، زمانی که اون مسئله نظامی یا اون رویدادی که باید به قدرت میرسید متاسفانه با باوری که در جامعه ما حاکم هست و ناشی از فرهنگ و آموزش نادرستی هست که حتیم رواج داره، زنها همیشه به حاشیه رانده شدن و ارتقایشون همیشه تحت کنترل نظارت مردها داره واقع شده و این تجربه تجربه میلیون ها زنی است که در داخل و خارج از ایران دارن و من اکنون اون رو برای شما گفتم. در انتها به نظر من نباید بی‌تفاوت بود به فعالیت های زنان، به خواسته زنان و این همون چیزیه که ما میخواییم و به نظرم شاید یکی از نقاط مشترک وفاق ملی یا معنای وفاق که همون از نظر لغوی سازگاری و همکاری باید دیگه هست اینه که خواسته های زنان رو بی‌تفاوت ازش نگذاریم و ببینیم که این زنان هستن که نیمی از جمعیت رو تشکیل میدن و در کنار اونها بودن در واقع برگ برنده است. چون جمهوری اسلامی چه با حرف چه با عمل نشان داده که با سرکوب زنان میخواد این بخش عظیم رو همیشه ضعیف نگه داره و توانمندی های اونها رو نادیده بگیره. و جمله آخرم رو با گفته ای بسیار ارزشمند سیمون دو بوار به پایان میرسونم. بعد این باور هست که سرکوب یک جامعه تنها از راه زنان ممکن هست، چرا که زنان آزاد قادرن فرزندان آزاد و رها تربیت بکنن. به همین دلیله که رهبران سیاسی ایران در حال حاضر با تبدیل کردن مسئله فعالیت های زنان و کلیه فعالیت های زنان اون رو به یک امر سیاسی بدل کردن و از دیگه با تحمیل الگوهای ایدئولوژیکی خودشون نوک حملات خودشون رو به سمت زنان گرفتن. و پاسگزارم از همه شما و نظراتی که شنیدم و فرصتی که جناب عزیزی در اختیار من گذاشتید. سپاس از شما مریم بانوی عزیزم، سپاس از حضور پرثمر شما در مبارزه برای آزادی، در مبارزه برای مردم سالاری، در چارچوب جنبش برابری خواهی و دادخواهی از طرف زنان. سپاس از شما. از آقای منوچهر محمدی نکات پایانی اگر نکته پایانی دارن. خصوصیات ضرورت وفاق ملی قبل از فروپاشی، نظر خودتون رو در این زمینه با ما بشتراک بگذاریم. من بارها گفتم هر کسی که در هر کاری من باشم و دیگران رو میخوان بگن که در کنار من قرار بگیرید که ما بشیم و من رئیس باشم از اون رد، هر مایی احترام قائل بشه به دیگران بگه که همه ما هستیم، اون برای من قابل احترامه. پس اگر من در یک جایی اگر از این عدول کردم من زیر سوالم، اما وقتی که موضوع انسانی وجود داره، دوستی وجود داره، این وقت تمایز داره با اون چیزی که مرتبط هست با موضوع سیاسی. بنابراین ما تنها راه اینه که ما بیایم موانع وفاق ملی رو
شناسایی کنیم کی هستند. من بارها هم گفتم عدم اخلاق سیاسیه که بسیار در اینجا سنگینی میکنه در میون اپوزیسیون. بعد ما هم دیگر رو داریم تخریب میکنیم و زمین میزنیم به نحوی که دیگه بلند نشد. عقاید هم دیگر رو به رسمیت نمیشناسیم و منیم و به دنبال ما نیستیم. حسادت ورزی میکنیم نسبت به یک دیگه و توتو اختلاف افکنی رژیم دینی ایران رو هم نادیده میگیریم و از ابزار در واقع دفاعی و سپس شناسایی به خوبی برخوردار نیستیم. اول ما باید شناسایی کنیم، بعد دفاع کنیم از خودمون، بعد آگاه کنیم مردم. یعنی الان شما ببینید این عوامل رژیم که آموزش دیده هستن فقط هدفشون اینه که بیان اختلاف بندازن و مردم رو سرد کنن و چیزهای نادرست رو بیان کنن و مردم رو در واقع در اونها یک شبه و تردید ایجاد کنن و تا الان محفظ بودن. یعنی میان کم کم همه عرصه‌ها رو هم در ید خودشون گرفتن، یک تازی میکنن و خودش رو برحق هم میدونن. اگر ما نتونیم اینها رو شناسایی کنیم بعد آگاهی بدیم به مردم، اون هم نه اینکه راهی رو که اونها میدن، راهی که باید فرق کنه. یعنی ما بگیم آقا شما هموطن ما هستیم، نه اینکه فحاشی کنیم همچنان اونها فحاشی میکنن. اگر ما میخواییم فحاشی کنیم میشیم همونها، باید راه ما با اونها فرق داشته باشه و اونها رو تحت تاثیر قرار بدیم. ممنون آقای گلزار عزیزم، دو دقیقه پایانی اگر بفرمایید. اگر که با تمام میل خدمتتون عرض کنم که این که آدم هر کسی یه حقی هست به نام حق دوستی، با چه کسی میخواد دوست باشه، چه روابط داشته باشه، اون حق هر کسی هست میتونه در روابط شخصی داشته باشه. تو روابط سیاسی هم نمیشه جلوی کسی رو گرفت چه کسی با چه کسی میخواد فعالیت سیاسی بکنه یا فعالیت اقتصادی بکنه، اونم حقشه که بره اون کار انجام بده. اینکه نظراتش رو میخواد بیان کنه، حقش هم هست این نظرات رو بیان کنه. ولی یه حق نقد هم وجود داره، یه حق تحقیق هم تحلیل هم وجود داره. دیگران هم حق دارن نقد بکنن رفتار احزاب و گروه ها رو و افراد رو و تحلیل بکنن رفتار رو. یک استبدادی بر ما حاکم، استبداد هم روز اول نیست که ما برمهاست که استبداد بر ما حاکم هست و کوشش بسیار در طول تاریخ هم شده که از دست این استبدادها نجات پیدا کنیم. حداقلش اینه که تو 100 سال گذشته 3 دفعه ما تحولات پایه‌ای رو خواهان شدیم، اما متاسفانه 2 مرتبه استبداد بر ما حاکم شده. ما چرا از دست این استبداد ناراضی هستیم؟ یکی اینکه حقوق مردم رو رعایت نمی‌کنه، ضد حقوق عمل می‌کنه. 2 راندخاری می‌کنه. 3 دروغ میگه. اخلاق اصلا براش ارزش نیست، ضد اخلاق عمل میکنه. دیگه چی کار میکنه؟ استقلال و آزادی وطن رو در اشکال مختلف زیر پا میذاره، نه فقط به صفت وطن و صفت شهروند زیر پا میذاره، به صفت فردی هم میذاره. خانم مرادی گفتن راجع به حقوق زنان، خب نه تنها فقط حقوق زنان، حقوق مردان رو هم باشون همین کار میکنه. انسان‌هایی که شهروندانی که دارای عقایدی باشند خارج از عقاید نظام رو هم اونها رو هم تحت ستم قرار میده. پس مردم از یک مجموعه رفتار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ناراحت هستن، از دست این نظام شاکی هستن. چرا؟ چون رفتار اونها تناسبی با برخوردار شدن انسان‌ها از حقوقشون و از حقوق شهروندیشون و از حقوق ملیشون، اینها در تناقض قرار میگیره. انسان ایرانی هر روز احساس نارضایتی میکنه. پس چه کسانی میتوانن راه حل بدهن؟ کسانی که برنامه داشته باشن برای استقلال وطن، برای استقلال، احترام به استقلال شخصی افراد، احترام به آزادی فردی، احترام به آزادی اجتماعی،
دفاع از حقوق مردم بکنن، از حقوق شهروندیشون بکنن، از حقوق وطن بکنن، از حقوق اقوام ایرانی بکنن، از حقوق وطن به عنوان عضو جامعه جهانی دفاع بکنن. اخلاق جزء رفتارشون باشه. یه اخلاق در فرهنگ ایرانی خیلی مثلا فرهنگ کهنی داره، سابقه فراوانی داره، اخلاق نسل به نسل همینطور بیان شده. خب نمیشه یک کسی بیا زیر اخلاق بزنه و بعد بگه من رسیدم به قدرت، نه ضد این عمل میکنم. آنچه را که این نظام میکند و مردم مخالفش هستن، در حقیقت بدیل این نظام باید عکس این باشه. در حقوق مداری، اخلاق مداری و برنامه داشته باشد برای اقتصادی که در حال حاضر رسیده به ابر تورم، در حال نابودی است. قراردادهای متعدد نوشتن با چین و روسیه و اینها دارن هست و نیست کشور از بین میبرن. باید برنامه داشته باشه. آن که من میایم همه چیز رو درست میکنم، مردم اگه یه شرکتی داشته باشن 10 نفر تو اونجا دارن کار میکنن، هم تو یه کسی بیاد بگه من میایم همه چیز رو خوب خواهم کرد، نمیگن بیاین کلید شرکت، اینم مدیریت شما انجام بده. به این راحتی نیست. بعد یه وطنی رو به همین راحتی نمیشه گفت هر کسی حالا بیاد اشکال نداره. نه، با هر کس نمیشود. یکی از مشکلات ما که در ایران دموکراسی نمیشه اینه که اون استبداد حاکم یه سری دوست داره به شکلهای دیگه، حالا اونو عبا و عمامه دارن، اینها در خارج ندارن، ولی در عمل یه جور عمل وابستگی رو اصل میدونن، عدم آزادی عمل میکنن، اخلاق رو زیر پا میذارن، با هر کس میشود به هر گونه با هم همکاری کرد و اصل میدونن. و این جامعه یکی از حرفهایی که داره همین رو رفت داره. پس بسیار امریز اساسی که ما بر سر اصول بمانیم تا یک وجدان دیگری در این وطن به وجود بیاد، ساخته بشود، وجدان دفاع از حقوق، وجدان زندگی بر اساس اخلاق. این هم آرمانی نیست. کشورهایی که موفق شدن در سطح جهان، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی، اینها رو آرام آرام اصول خودشون کردن و کسانی رو انتخاب کردن که به این اصول وفادار باشن. اگر وفادار نباشن 4 سال دیگه میذارن کنار. خب مالی استبداد درمون حاکمه. قرار نیست که شاه بره و تاجشو بذاره، یه عمامه دار بیاد اونو بذاره سر خودش به شکل عمامه و پادشاهی کنه. الان آقای خامنه‌ای طول عمر پادشاهیش بر کشور ولایت فقیهش طولانی‌تر از محمد رضا شاه داره میشه دیا شده. بنابراین باید یه تغییر ساختار داره. یک بدیلی میخواهد که این بدیل وجود داره، در تک تک افراد هست، ولی در یک شکل مجموعه جامعه رو بایدش امید داد که تغییر بکنیم. راه حل برای تحول در جامعه وجود داره، از این ترس نداشته باش. متاسفانه بخشی از ترس ها رو وابسته ها تولید میکنن و جامعه ایرانی چون استقلال جزء اصولش بوده، رو برگردی به شاهنامه نگاه کنید، از داستان‌های اساطیری درش مسئله استقلال اصل هست تا به امروز. و خب نمیشه در عدم استقلال دفاع کرد از یک وطنی که وسط دنیا قرار داره، بیشترین همسایه رو قرار دور خودش داره و همیشه در موقعیت تهاجم بهش بوده. باید بسیار بکوشیم تا اینکه موفقیت در وطن حاصل بشه. تجمعات معلمی و کشاورزان در اصفهان که بقیه اقشار جامعه هم به اون آب پیوستن، نشون داره یه وجدانی در ایران به وجود اومده در دفاع از حقوق خودشون. این وجدان رو مثل یه شعله کوچیکی است که باید اینو به هیجان عمومی وجود آورد تا همه ملت بپیوندن برای تغییر. تغییر میشه باید ممکن شد، ولی استبداد دیگری رو باید مواظب باشیم که حاکم نشود. برای این بسیار کوشیدیم، کوشش ها رو باید بیشتر کرد. خیلی ممنون از حوصله. سپاسگزارم آقای جهانگیر عزیزم. اجازه بدید کامران عزیز، البته دقایقی از اتاق دور بودید و الان که برگشتید یه قسمت های صحبت رو از دست دادید، به خصوص صحبت آقای بلدی عزیزم رو. من آقای بلدی اگر ممکنه، چون کامران در اون لحظه حضور نداشت، شما فقط در 1 دقیقه موضوعی که در رابطه با آقای کامران داشتید در رابطه خطابتون ایشون بود، در 1 دقیقه نه بیشتر، فقط در رابطه با ایشون صحبتتون بفرمایید و بعد نوبت آقای کامران عزیزم هست، 2 دقیقه پایانی رو به ایشون میدم.
بفرمایید. آقای بلدی بفرمایید. ببین کامران عزیز، واقعیت اینه که هدف ما چیه؟ هدف ما ایجاد دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، سکولاریسم در جامعه ما هست و همه ما در این راه داریم به اصطلاح فعالیت میکنیم و میکوشیم و این راه راهیه که احتیاجی به خودشیفتگی و احتیاجی به قدرت نمایی نیست. این آقایی که شما از ایشان اسم بردید، ایشان عشق به مردم دارن، عشق به میهن دارن، ایشان انسانی هستن، مطلقا صداقت در وجودشان نیست. وقتی از ایشان میپرسن که زندان شیراز چگونه بود، ایشان تلفن رو قطع میکنن. ایشان میگه من 14 بار زندان رفتم، در حالی که یک بار زندان رفته اونم به خاطر غیر جرمی بوده که غیر سیاسی بوده. یعنی اصلا ایشان به عنوان غیر سیاسی در زندان بودن. اینه که این انسانها به نظر من وجودشان به مراتب مضرتر از حتی نیروهای حزب الله هست. چرا اینا هستن که در میان نیروهای اپوزیسیون تفرقه ایجاد میکنن و پراکندگی ایجاد میکنن و این ضمناً اینا ایشان کسی هست که متکی به قدرت‌های دسترا بزرگ دنیا هست و از این راه میخواد که به آرمان‌های خودش برسه. از این رو به این انسان‌ها ما نباید به استرا وقتی بگذاریم، نباید به حرفای اینها گوش بدیم و متأسفم که در جریاناتی که در این کلاب هاوسری که میزان ایشان 1000 نفر 2000 نفر شرکت میکنند و این کمکی به هیچ کس به آینده ایران و آینده دموکراسی ایران نخواهد کرد. سپاسگزارم از شما آقای بلدی عزیزم. دوست عزیزی به ما پیوستند، البته تا پایان هستیم. اجازه بدید که آقای کامران 2 دقیقه بعد به آقای بی و هم 2 دقیقه بعد به آقای سامیار عزیزم 2 دقیقه فرصت خواهیم داد و دعوت میکنم. بله دعوت میکنم. کامران عزیزم، اگر در رابطه با خود اتاق توجه بفرمایید، چون صحبت از اشخاص دیگه شد، در رابطه با موضوع اتاق مطلبی دارید بیان بفرمایید و من امیدوارم که دیگه به مسائل جانبی نپردازید. اگر در رابطه با ضرورت وفاق ملی قبل از فروپاشی مکتوم صحبتی دارید، بفرمایید. میکروفونتون باد. خب درود بر شما. ببینید به فاکت صحبتش میشه، یعنی من پادشاهی خواه و در کنار شما جمهوری خواه و حالا کسای دیگه که عقاید شاید چپی و شاید مارکسیستی هم داشته باشن، بتونیم ما هم یه در واقع صحبتهایی رو بتونیم بهش که نتیجهی به هر حال برسونیم و هدف همه ما هم در واقع براندازی هست. ولی وقتی که هنوز شما هیچ براندازی نکرد، شما میاید نهاد خاندان پهلوی رو، نهاد سلطنت، نهاد پادشاهی رو تارگت قرار میدید، هر شب میگم یک ماه این قضیه رو برقرار میکنید، من با شما هیچ وفاقی ندارم. حالا اسم دیگه نگیرم. گفتم من پادشاهی خواهد با شما جمهوری خواهد اعتلاف برقرار کنیم، فعلا از این نظام بگذاریم، در چارچوب دموکراسی فردای ایران هر نوع نظامی رأی آورد، خب اون به خواست مردمه، هر حزبی اومد فردای روز تو پارلمان تشکیل کابینه داد، دولت تشکیل داد، اینا همش بستگی به رأی مردم داره. ولی شما از الان با هدف تخریب میایید پادشاهی خواهی، مشروطه خواهی که عمده مردم ایرانه، شما میاد تارگت قرار میدید، پس دیگه نمیتونه اون آدم دیگه نمیتونه بیاد با من از وفاق ملی حرف بزنه، با من از اتحاد حرف بزنه. این یعنی دیگه بازی نخنما شده. سپاس از شما. ممنون. سپاس از شما و نقطه نظری که ابراز کردید. البته مسائلی که مطرح کردید در واقع با هم باید بیشتر صحبت بکنیم راجع به این که جمهوری خواه، پادشاهی خواه، هویت هایی که هست، اینا مسائل کاملا قابل بحثه و اینا مسائلی است که باید راجبش صحبت کرد. اجازه بدید که آقای وی عزیزم شما بفرمایید. 2 دقیقه پایانی خواهش میکنم. من گزارش میکنم از عزیزان که بیشتر طول کشیده، میخواهیم که همه رو بشنویم و اقلن در این روز صحبت نگفته نزاشته. بله خیلی ممنون، متشکرم.
البته شاید چندان قصد عدد نباشه چون از اول اتاق حضور نداشتم بخوام صحبت کنم، اما به فرمودی جنابالی چشم دو سه جمله عرض میکنم. فقط طبق چیزی که شاید قبلا هم تو اتاق قبلی عرض کردم، متاسفانه آفت این رسیدن به هدف نهایی و قایی این هست که پیش از رسیدن اون هدف همه به نحوی سعی در یارگیری دارن یا به نحوی در منکوب و محکوم کردن آرا و عقاید دیگران به غیر از خودشون هستن، در پی این هستن که این عمل اتفاق بیفته. یعنی قبل از اینکه ما به حصول نتیجه حاصل بشه و به هدفی برسیم، میگن شما باید عقیده، رأی، نظر، اعتقاد، هر چیزی که دارید کنار بذارید و بیایید به ما بپیوندید، بیایید هم عقیده ما بشید. اگر به عنوان مثال میگم، اگر ایتیست هستی باید مثل ما بشی، اگر مسلمان هستی باید مثل ما بشی، اگر یهودی هستی باید مثل ما بشی، هر چیزی، هر اعتقاد و نظری داری کنار بذارید تا بعد بتونی به اصطلاح این کار انجام بدی. این غلط هست. هر کسی باید عقاید خودش رو داشته باشه و به عقاید دیگران هم احترام بذاره تا به این اصل برسه. متاسفانه تو این با نفسایی که گیر کردیم میبینیم که خیلی اول سعی دارن اون عقیده و نظر خودشون رو حاکم کنن تا اینکه بخوان بپردازن به اون مسئله اصلی، و این فکر میکنم آفتی هست که وجود داره و ازش سوء استفاده میشه و به نحو موثری تا الان ازش سوء استفاده شده برای از هم پاشیدن این اتحاد. خیلی ممنون که وقت دادید، من بیشتر از این مزاحمتون. سپاس از شما. بحثای ما باز هست که ادامه داره و نتیجه میگیریم که این مشکلات رو باید طرف کرد. بله، همینطور که میفرمایید اپوزیسیون یکی از آسیب‌ها رو دوست عزیزمون آقای منشر محمدی یعنی بی اخلاقی گفتن، یکی از آسیب‌های دیگه‌ش هم همینه که در درون اپوزیسیون در حقیقت نوعی حذف یکدیگر، نفی یکدیگر وجود داره، در حالی که خب این هم یکی از موانع هست. البته باید همینا رو بررسی کرد و بعد هم بزرگترین مشکل همینه که ما هنوز ما مردم ایران و اون بخش روشنگر و وجدان بیدارش حداقل هنوز فصول مشترک رو برای آنچه که میخواییم پیدا نکردیم. این در جریانه ها، من این که فکر کنید که هیچ کار پیدا نخواهیم کرد، در همه جنبش ها همینطور بوده. جامعه روی پیشرفت، من خود به شخصه بر این باورم ما در این راه هستیم و قدم های زیادی برداشتیم. هنوز به استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در ایران نرسیدیم. اونم دو عامل بیشتر نداره، عامل اصلی هم عامل داخلی است یعنی استبداد، و عامل خارجی یعنی دخالت بیگانه است که در واقع وجود استبداد باعث شده که دخالت بیگانه در کشور ما به نوعی استبداد رو استمرار ببخشه. این موضوع بعدها بیشتر باید صحبت خواهیم کرد و باز کنیم تا یکی از مسائلی که در حقیقت گفتمان دموکراسی خواهی مردم سالاری رو به نقاط فصول مشترک و گفتمان مشترک می‌رسونیم. اجازه بدید که آقای محمد چون محمدی شما آخرین نفری هستید که به اصطلاح دو دقیقه به شما فرصت داده میشه، بعدم آقای بامداد رو نشست رو به پایان میبریم. خواهش میکنم. ببینید، من گفتم مهمترین اصل برای من کار سیاسی اخلاق سیاسی هست. اخلاق سیاسی من حکم میکنه که دوستانی که در بعضی موارد اطلاعات چندان درستی دریافت نکردند، از جمله آقای بلدی بسیار عزیز، من با احترامی که برای ایشون قائلم باید بگم که یک سری خوب اطلاعات شما نادرسته در مورد اون شخصی که من نمیخوام نام ببرم، خودتونم میدونید کیه، که فرمودید که ایشون یک بار زندان رفتن. حداقل در بندی که من بودم در زندان اوین دو بار اومدن و یک بار نزدیک یک سال با من در زندان بودن. من این رو عنوان اخلاق سیاسی به اصطلاح
در اخلاق سیاسی خودم دیدم که حقیقت رو بیان کنم که هم شما در جریان باشید. من در موارد دیگه هیچ اطلاعی ندارم، فقط در این دو موردی که با من بوده در به اصطلاح هم سالون 3 هم 209 کارگری رو وظیفه خودم دونستم، اخلاق سیاسی خودم دونستم که بیان کنم که یک مورد نبودن. حداقل من خودم شاهد دو بار هستم که یک بار هم نزدیک به یک سال در زندان بودم. منظورتون هم آقای فخرآور بود که واقعا من وجدان خودم رو قضاوت میگیرم که به هر حال این قضاوت در مورد آقای فخرآور نمیتونه درست باشه، حداقل دو بار با من در زندان بود. من سپاسگزارم این دال بر جسارت به حضرت عالی تلقی نشه. میخواستم فقط از حق دفاع کنم، حقیقت رو بیان کنم. گفتم اخلاق سیاسی مهمترین اصل است برای من. سپاسگزارم از آقای منشور محمد رضا. میدونم که شما اولین جلسه است که در کلاب‌هاوس با ما هستید و میخوام بگویم بحث مورد نظر ما اصلا به هیچ شخصی ربطی نداره، به هیچ شخصی. یعنی ببینید، و سوالی که فقط من خواستم، سوالی که کامران کرد جواب داده بشه. امیدوارم در برنامه های دیگه ما بحث اصلی اتاق رو به هر حال ادامه بدیم تا بتونیم نتیجه بگیریم از گفتمانان. و این هم چیزی نیست جز این که وقتی که فقط یه سوال مطرح میشه، شما نظر خودتون رو همون دو دقیقه بگید کافیه. بعدم به آقای کامران خواهیم گفت و میگوییم وقتی از شما شخص شما سوال میکنن، همین دو دقیقه جوابی که میدید، حالا ایشون قانع بشن یا دیگران قانع بشن یا نه. اینجا وظیفه اینو نداریم که راجع به اشخاص دیگر و اینکه چه کار کردن و چه نکردن اصلا صحبت بکنیم. این در واقع نقض قرضه، یعنی در واقع وقت ما اتلاف وقت خواهد شد. بنابراین صرف نظر از این که هر یکی از عزیزانی که صحبت میکنن چه نظری راجع به اشخاصی خارج از این گفتگو دارن، در اتاقهای خودشون مطرح میکنن و جواب را از اونا میگیرن. اجازه بدید که اگر سوالی تو زمینه ما برنامه وفاق ملی، ضرورت وفاق ملی قبل از فروپاشی محتوم استبداد، در واقع این بخش اول بود. ما این سلسله گفتار ادامه داره و خواهش میکنم دوستان در چارچوب آن چیزی که میذاریم صحبت بکنند که بتونیم نتیجه بگیریم، وگرنه ارزیابی ما اصلا وظیفه اینو بنده ندارم که بیام ببینم راستی آزمایی بکنم این شخص، آن شخص، این حزب، آن حزب چه کرده است، حتی این نظام، آن نظام چه کرده است. بلکه میخواهیم با هم دیگر راه های برون رفت از بحران رو پیدا کنیم. یکی از دو تا چیز مطلب اصلی رو که گفتید، داشتن اخلاق رو در این زمینه رعایت بکنیم که نه به کسی در اینجا حمله کنیم و ارزیابی کنیم، نه دفاع بکنیم، و صحبت کنیم راجع به اون چارچوبی که گذاشته شده است. سپاس از همه شما. اجازه بدید که اگر کسی، چون بازم من سپاسگزاری میکنم از یک دوستان که در این برنامه شرکت کردن، صحبتهایی که کامران مطرح کرد همه مسائل قابل بحثه. من میدانم که ذهن عزیزان هست و به علت اون آشفتگی که در بخصوص در کلاب هاوس هست، انسان ها جوابهای خودشونه نمیگیرن، واقعیت اینه. ولی ما سعی میکنیم در گفتارهایی که خواهیم داشت هر کدوم کنار هم بشینیم، از شخصیتهایی که فکر کنیم در رابطه با وفاق ملی حرف دارن برای گفتن و در رابطه معتقدن که باید این کشور یک نظام مردم سالار قانونمند داشته باشد، راجع به راهکارها از اونها صحبت کنیم و بحث رو به این ترتیب پیش ببریم، نه به این اون بپردازیم. به عبارت دیگر، ما سلبی برخورد نمی کنیم، ایجابی برخورد می کنیم. این از سیاست کلاب هاوس و سیاست فراسوی گذار و عزیزانی که اینجا همراهی و همکاری دارند. سپاس از حضور شما. بهمن بامداد عزیز، اگر خواهش میکنم اگر صحبتی دارید و
در دو دقیقه نبیشتر و بعد هم با بهمن و با همراه شو ما نشست امروز را به پایان میبریم. اتاق را دنبال کنید، دوستان عزیز را در اینجا دنبال کنید. ما مطمئن هستیم یا مطمئن هستیم با کوشش به ویژه جوانان نسل امروز از هر گونه که فکر میکنند آنچه که اهمیت دارد چپ و راست و میانه و مارکسیست و غیر مارکسیست و اصلاح طلب و هیچ چیزی وجود ندارد. مردم ایران خواهان یک زندگی آزاد و آباد و رها از فقر و استبداد هستند. این چیزی است که روشنفکران فعالین در این جهت با آنها همراه هستند. آینده و پیروز باشید. دو سه بریم. I'm